بر پایه گزارشی که روز دوشنبه 22 آوریل 3 اردیبهشت از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفت. این وزارتخانه از سال 1977 میلادی تا کنون به انتشار این گزارش پرداخته است. همکارم در گزارش خود به بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا اشاره نموده که در ادامه توجه شما را به آن جلب می کنم. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود به بررسی عملکرد 198 کشور در زمینه رعایت حقوق اساسی شهروندان خود در سال 2023 پرداخته است. در گزارش حقوق بشری وزارت امور خارجه آمریکا، نقض حقوق بشر در 2 سال گذشته در ایران و چین و روسیه به طرز چشمگیری بدتر توصیف شده و همچنین به نقض حقوق بشر در اسرائیل نیز اشاره شده است. در گزارش مذکور که در آن آزادی‌های مدنی، حقوق زنان و کارگران و زندانیان، میزان مشارکت سیاسی مردم و همچنین فساد نیز لحاظ شده، ایران همچنان به سرکوب مخالفان خود ادامه می‌دهد. گزارش مذکور به قانون اساسی ایران اشاره می‌کند که در آن همه اشکال شکنجه را به منظور گرفتن اعتراف یا کسب اطلاعات ممنوع اعلام کرده، اما بر این باور است که استفاده از شکنجه جسمی و روحی برای اجبار به اعتراف در سال گذشته به ویژه در دوران بازداشت موقت رایج بوده است. این گزارش به تشریح اتهامات نیروهای اسرائیلی مبنی بر ارتکاب نقض جدی حقوق بشر در کرانه باختری و غزه، از جمله قتل‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، شکنجه، محدودیت‌های رسانه‌ای و آزار و اذیت روزنامه نگاران و خشونت یا مجازات جنسی مرتبط با درگیری می‌پردازد. اما اشاره می‌کند که با فلسطینی‌های ساکن این مناطق از سوی حماس نیز با همان رفتار مشابه برخورد شده است. در این گزارش بدرفتاری چین با اقلیت‌های قومی در غرب این کشور نیز اشاره شده و در ادامه می‌گوید گزارش‌های متعددی از اقلیت‌های اویغور وجود دارد که در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت یا ظرف چند هفته پس از آزادی به دلایل مرتبط با بازداشتشان جان باختند. برخی از بدترین موارد ذکر شده در گزارش آمریکا از وضعیت حقوق بشر در جهان به نیروهای روسی در اوکراین مربوط می‌شود. در این گزارش آمده است نیروهای روسی آمدانه از خشونت علیه غیر نظامیان به عنوان ابزار جنگی استفاده می کنند. این گزارش اشاره‌ای به نقش و مسئولیت دولت اوکراین نیز می کند و می گوید حقوق بشر در مناطق تحت حاکمیت کیف نیز مطلوب نبوده است، اگرچه که قابل مقایسه با دامنه سوء استفاده های روسیه نیست. در این گزارش همچنین به نقض آزادی مذهبی و اجتماعی نیز توسط طالبان در افغانستان اشاره شده که از تنوع مذهبی جلوگیری کرده و اقلیت‌های قومی و مذهبی با تعصب روبرو شده و در کنار آن این گروه محدودیت‌هایی را بر تجمعات مسالمت‌آمیز اعمال کرده و دسترسی مردم را به اینترنت نیز محدود کرده است.